به نام خدا، سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. نیمه دیدار دوم رقابت‌های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال افغانستان، جدال پیشوران هرات در مقابل صداقت کابل. دقایقی پیش در اولین مسابقه تیم اتحاد هرات با برتری 2-1 مقابل وی آی پی کابل نخستین فاینالیست رقابت ها شد و حالا هم دومین فینالیست مشخص خواهد شد. ببینیم در این دیدار مهیج و جذاب چه اتفاقاتی رو خواهد داد و کدام تیم حریف اتحاد هرات در فینال نفسگیر فردا خواهد شد، پیشوران یا صداقت. دو تیم مطرح و شایسته که خودشان رو به فینال در آستانه صعود به فینال رقابت ها رساندن. ببینیم چه خواهد شد. سید مهدی هاشمی پاس داده میشه این طرف برای مرتضی محمدی، یک تکل خیلی خوب از کاتبی، مرتضی کاتبی زده شد. ضربه میزنن بازیکنان صداقت و توپ که این طرف دور میشه. باز هم کنترل از سید مهدی هاشمی، فرصت هست این طرف. محمد رضا کریمی یک بار دیگه حرکت انجام میشه و توپ رو بازیکن پیشوران در اختیار دارن. علی رضایی، تقابل دو کیپر ملی پوش، علی رضایی و علی رضا قربانی در درون دروازه هر دو تیم. توپ میگیره فیروز ناصری از محمد رضا کریمی که البته داور خطاره به سوی تیم صداقت اعلام کرده. مرتضی محمدی در مقابلش لحظه محمد یوسفی استاده بود. علی رضایی ضربه میزنه، یک ضربه، فرصت هست برای بازیکنان تیم صداقت. خود کریمی، سید مهدی هاشمی از جناح چپ، حرکت خطرناک سید مهدی و تو به دور میکنن. علیرضا قربانی به خوبی با سبک شوت‌ها و بازی سید مهدی هاشمی آشنا هست و تقابل او و کاپیتان تیم صداقت در نوع خودش خیلی جالب هست. هاشمی، حیدری، مرتضی محمدی ببخشید عبور میکنه از کاتبی، میگرد بر بازیکن پیشوران، فرصت دارد کاتبی و تو به تیر دروازه میخوره. گل نشد، یک فرصت عالی برای تیم پیشوران از دست رفت. موقعیتی که میتونست تبدیل به گل اول این تیم بشه. صداقت همه تیمار برده در مرحله گروپی، از لیگ کابل تا حال هیچ شکستی نداره و با اقتدار و با کسب تمامی امتیازات لازم به این رقابت ها پای گذاشته. فرصت، موقعیت برای تیم پیشوران. یک بار دیگه این طرف حرکت انجام میشه و توپ بیرون میره. کنترل از بازیکنان صداقت. محمدی، سید مهدی هاشمی، محمد رضا کریمی، هاشمی. تماشاگران هم در جیمنازیوم هستن و هر دو تیم تشویق میکنن. فینال تمام کابلی ره نمیتونیم شاهد باشیم چون تیم وی آی پی کابل هست بود، اما احتمال اینکه فردا یک فینال تمام هراتی ره
در رقابت ببینیم هست. اگر پیشه‌وران تیم قدرتمند صداقت حذف بکنه و بره به فاینال، جام قطعا از کابل به هرات خواهد رفت. اما اگر صداقت تیم پیشه‌وران شکست بده، فردا یک پایه فینال کابل هست، یک پایه فینال هرات. همه چیز بستگی به این مسابقه داره، این دیدار جذاب و تماشایی که هنوز گلی رد و بدل نشده و احتمال بسیار زیاد همانند بازی اول همین رقم محتاطانه هر دو تیم کار دنبال میکنن. دومین و آخرین بازی مرحله نیمه نهایی است. یک فرصت در بازی کنن تیم صداقت، سید مهدی هاشمی به گل. گل برای تیم صداقت، مرتضی حیدری دروازه را باز میکنه روی اگر حرکت عالی سید مهدی هاشمی و دروازه ای که باز شد و حساب کار 1-0 میشه به سود نماینده کابل. قهرمان لیگ هرات، قهرمان لیگ کابل و گل برای تیم صداقت به ثمر میرسه. پیشه‌وران به بازی ادامه خواهد داد. ببینیم چه خواهد شد. این حرکتی که انجام شد، جا ماند در مدافعین پیشه‌وران. سید مهدی هاشمی مثل همیشه عالی حرکت میکنه. یک سید تمرین دیگه، فرصت برای گل دوم و موقعیتی که از دست رفت. فیروز ناصری به هم ریخت پیشه‌وران کمی در این دقایق و این طرف حرکت علی رضایی، ضربه زده میشه و توپ در اختیار علی رضا قربانی قرار گرفت. فرجاد احسان برای پیشه‌وران به میدان آمده، بازی کنه بلند قامت خوبه پیشه‌وران. یک بار دیگه طرف حرکتی که انجام شد و توپ بیرون رفت. محمد رضا کریمی ضربه خواهد زد. سید مهدی هاشمی، خدا هاشمی فرصت داره، ضربه میزنه و علی رضا قربانی توپ در اختیار میگیره. حرکت میکنه تیم صداقت. یک بار خطرناک انجام میدن. ضربه محمد یوسفی میزنه، علیرضا قربانی پاس خوب میده، توپ بیرون رفت. Out. یک بار دیگه این طرف قربانی بلند با پرتاب دست. علی رضا قربانی پرتاب دستش به جای نرسید. سید مهدی هاشمی پاس میده، محمد رضا کریمی
حفظ توپ انجام میشه که فرجاد احسان توپر میگیره، تکل خیلی خوبه هاشمی، کار دنبال میشه، داور معتقد به خطا نیست، فرصت برای بازیکنان تیم صداقت، هاشمی فرصت هست برای گل دوم و توپی که به بیرون میره، فرجاد احسان احساس درد میکنه، تکلی که روی پای او زد مهدی هاشمی، در تصویر هسته خواهیم دید که چه اتفاقی رخ داد. قربانی صحبت میکنه با داور، امروز یک دانه دکتر داریم در این بازی مهم. ضربه مصطفی تاجیک خواهد زد، فرصت داره بازیکن صداقت، ترکیب صداقت عوض میشه و چهار تا بازیکن بیرون میره، چهار تا دیگه وارد میدان میشه. تاکتیکی که از ابتدا در مقابل تمامی تیم ها پیاده کرده. یک ضربه فرصت هست، پرتاب علیرضا قربانی، یک بار دیگه این طرف حرکت، فرصت برای بازیکنان تیم پیشوران، ببینیم میتونن از این توپ استفاده بکنن یا خیر. توپ در اختیار بازیکن پیشوران هست، یاسر یوسفی به عقب پاس بده، قربانی کنار خط، توپ را از دست دادن، یک فرصت و توپ باز هم به بیرون میره. بازی را خود علیرضا قربانی آغاز خواهد کرد. نتیجه 1-0 به سود صداقت، یک ضربه دیگه و توپ بیرون میره. باز هم کورنر، ارسال انجام میشه، توپ میگیرن بازیکن پیشوران، یاسر یوسفی، فرصت هست، ببینیم با این توپ چه خواهند کرد، توپ بیرون میره. ارسال بلند و بی حاصل، البته هیجان بازی اول خیلی بیشتر بود به مراتب از این دیدار. کلا سبک بازی صداقت همین است، بازی حریف کلا خراب میکنه و اجازه حرکت و موقعیت سازی رو نمیده. تاجیک بازی رو آغاز میکنه، تیم پرمهره و خیلی خوبه صداقت مقابل تیم شایسته و منسجم پیشوران هرات. هر دو تیم با شایستگی به نیمه نهایی رسیدن و حالا در آستانه صعود به فینال رقابت ها هستن. یک بار دیگه حرکت، موقعیت هست، ببینیم علی رحیمی با این توپ چه میکنه. تکل مصطفی تاجیک، قربانی ضربه میزنه، فرصت هست و این طرف کنترل نچندان تأثیرگذار لطیف امیری،
دور میکنه تو بازیکن پیشبران. و پاسی که این طرف داده میشه و به بیرون میره. علی رحیمی، رضایی، قربانی از دروازه بیرون میه و آوت میشه توپ. بازم فرصت هست برای بازیکن صداقت و توپی که به بیرون رفته برای بازیکن پیشوران. یک ضربه سر از فرجاد زده میشه که البته ثمری نداره. علی رضایی با پرتاب دست بازی رو آغاز میکنه، میگیره به بازیکن پیشوران. فرجاد احسان پاستاده میشه کنار خط، میگیره توپ لحظی. حمید رضایی قربانی قفوری لطیف امیری عبور میکنه از یک بازیکن، خود لطیف و شوتش از بالا به بیرون میره. یک ضربه فرصت و گل پذیرفته نیست، گل پذیرفته نیست. پرتاب دست انجام شده، اگه به کسی نخورده باشه گل نباید پذیرفته بشه. داور هم همین نظره داشت. حرکت از بازیکنانه پیش برات به دست دادن فرصت برای بازیکنان تیم صداقت. یک بار دیگه ضربه زده میشه و تو به بیرون میره. تاجیک این ضربه از او به بیرون رفت، راهی به دروازه پیدا نکرد چوته تاجیک. این صحنه واسه است. اینجا علی رضایی توپ انداخت به کسی نخورد و گل نباید درست اعلام بشه. پرتاب دست مستقیم در فوتسال بدون اینکه به کسی برخورد بکنه با دست گل نیست. کاتبی فرجاد یک و دو انجام میشه، خود فرجاد نکبه های خوبی داره که این بار داخل چارچوب نزد. فرجاد احسان قهرمان سه دوره رقابت لیگ برتر فوتسال کابل، درصد قهرمانی در لیگ برتر فوتسال افغانستان هست، لیگی که برای نخستین بار با حضور کلاب ها برگزار شده، فعلا داره فاینالیست میشه. فردا بعد با اتحاد بزنه اگر این نتیجه و این پیروزی رو حفظ بکنه. صاحب تو پسند بازیکن صداقت محمد رضا کریمی. کریمی و واکنش عالی قربانی. داور یک تذکر به بازیکن پیشوران میده. کورنر برای تیم صداقت. یک ضربه باسم قربانی واکنش خیلی خوب او. باسم ضربه زده میشه، باسم کنترل و توپ بیرون میره. فرصت برای بازیکنان تیم صداقت. اجازه حرکت به محمد رضا کریمی ندادن. مرتضی محمدی توپ فرجاد میخوره. خطا. خطا برای مرتضی محمدی. تذکر جدی داور به نمبر 9 پیشوران هرات حمید غفوری.
هاشمی یک حرکت بازم کنترل انجام میشه به خوبی، کار صداقت در دفاع انجام میشه و توپ گیری رو انجام میدن. درگیری کماکان بر سر حفظ توپ، قربانی به توپ میرسه، فرصت برای بازیکنان تیم پیشوران و نرسید. مرتضی حیدری هم وارد میدان خواهد شد، رئیس باشگاه صداقت هم برای اولین بار روی نیمکت تیمش حضور داره، آقای نصیر صداقت. فیروز ناصری یک ضربه و توپ بیرون میره. یک بار دیگه حرکت، توپ رو باید لطیف امیری در بین سه بازیکن، موفق نیست، حرکت میکنه مهدی حسنی، فرصت بره تیم صداقت، تکله به موقع بازیکن پیشوران، برمیگردن خیلی زود با سه بازیکن در خط دفاع. ناصری و توپش نمیرسه. یکی از بازیکن پیشوران روی زمین هست، لطیف امیری است که احساس ناراحتی میکنه. داور باید بازی رو متوقف بکنه و به وضعیت بازیکن مصدوم تیم پیشوران رسیدگی بشه. لطیف امیری، محمد رضا کریمی هم روی زمین هست. این صحنه تکل است که زده شد قبلش، لطیف امیری احساس ناراحتی میکرد کنار خط، تو بر از دست داد فرجاد احسان، بازی پر برخورد و کارت زرد به فرجاد. تو پرم بازیکن پیشواران محکم به کمر مرتضی حیدری زد. 7.5 دقیقه تا پایان نیمه نخست، سه تا خطا پیشوران انجام داده، کمی خشن بازی میکنه پیشوران. ضربه رو بعد بزنن ببینیم که چگونه استفاده خواهند کرد. سید مهدی هاشمی ضربه رو خطرناک زد و خب دور کردن بازیکنان تیم پیشوران. با جنگندگی تیم هرات در مقابل تیم قدرتمند صداقت بازی میکنه. مرتضی محمدی بازم پاس، یک بار دیگه بازیکنان صداقت، هاشمی، خود هاشمی، مرتضی محمدی، فرصت داره صداقت و توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. یک برخورد دیگه، تمیم حسینی میره با کی صحبت میکنه؟ میرویس رادمل، نمبر 7 تیم پیشوران. کمی بیقرار هستن بازیکنان پیشوران و کمی هم البته خشن شدن. صداقت تیم پرمهره و تیم تاکتیکی خوبی هست، بعد در مقابل این تیم بازی کرد نه که خطا کرد. فرجاد توپ رها میکنه، قربانی ضربه او که به بیرون میره، شوت علیرضا قربانی، انگیزه زیادی داره تو باز هم در این دیدار از وسط میدان یک گل دیگه بزنه. فرجاد احسان، بازی خیلی به هم ریخته و بی برنامه هست، جنگندگی بیشتر دیده میشه. یک اشتباه، فرصت برای بازیکنان تیم
پیشوران به علی رضایی گرفت. تایم اوت برای پیشوران گرفته شد. تایم اوت خوبی گرفت تیم هرات. تیمش نیاز داره کمی آرام باشه. استرس خیلی بالاست. هیجان بازی هم از یک سو. نگاه کنید کلن برخورد هست. این صحنه تکل سید مهدی هاشمی است که روی پای فرجاد احسان زد. این صحنه پرتاب دست علی رضایی است که به گل رفت و گل پذیرفته نشد. جدال پر برخورد و پر خطا. سه تا خطا پیشوران هرات انجام داده. پر از تک، پر از برخورد، پر از اتفاق. اینجا نگاه کنید این ضربه رو هم زد. توپ کمر مرتضی حیدری خورد. این هم صحنه بود که چند دقیقه پیش برای صداقت از دست رفت. بازیکنان پیشوران هرات بازی را آغاز میکنن. فرجاد احسان ضربه محکمی که به سید مهدی هاشمی میخوره. خود فرجاد بازی باز میشه. قربانی شوت خوبی زد. دروازه خالی است که با خوش شانسی توپ مدافعین پیشوران رسید. شانس آورد قربانی. کاتبی عقب برای علیرضا. قربانی یک ارسال. فرصت هست. سید مهدی هاشمی. کریمی تکل بازیکن پیشوران و توقف بازی. تمیم حسینی باز هم تذکر میده، این بار با محمد یوسفی. بازی آغاز میشه. باز هم بازیکنان پیشوران. کاتبی یک بار دیگه حرکت انجام میشه. دوباره بازیکنان صداقت میگیرن. هاشمی، محمد رضا، کریمی. این ضربه از سید مهدی هاشمی و قربانی توپ گرفت. باز هم توپ رو با مرتضی محمدی به توپ رسید. پیشوران خوب بازی نمیکنه و فقط روی درخشش علیرضا قربانی است که در بازی حضور داره. مثل همیشه نیست پیشوران هرات. صداقت انصافا منظمتر بازی کرده. یک بار دیگه برخورد. چیکار دارن میکنن بازیکن‌های دو تیم؟ بیشتر پیاده کردن فنهای رزمی است تا فوتسال. جنگنده و پر از برخورد فیزیکی. موقعیت برای صداقت و این هم قربانی. چی گرفتین علیرضا قربانی؟ چه دروازه‌بانی میکنه در این دیدار. نجات داد تیم پیشوران یک بار دیگه. یک میسل دیگه زده شد. بازم بازی رو توقف داده داور. علیرضا قربانی روی زمین هست. دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان. صحنه است که قربانی واکنش فوق‌العاده‌ای داشت. سید مهدی هاشمی 4 دقیقه تا پایان نیمه. اینو خود یک برخورد دیگه و خطا. فرجاد احسان
لطیف امیری به فرجاد میگه زیاد درگیر حاشیه نکنه. خود چهارمین خطای پیشبران ثبت میشه. خشن بازی کرده سید مهدی هاشمی رو زدن و احساس ناراحتی هم میکنه کمی کپتان تیم ملی فوتسال افغانستان و صداقت کابل، بازیکن شایسته و فوق العاده خوبه فوتسال کشور. سید مهدی هاشمی، مرتضی محمدی عبور میکنه، پاس میده که البته کاتبی دفاع کرد. پیشبران مربی خوبی داره، منیجرش هم کمک مربی تیم ملی فوتسال افغانستان، نیاز داره این تیم کمی صحبت بشه با بازیکنانش و از لحاظ روحی کمی آرام بشن. اصلا بازی نکرد پیشبران امروز، فقط درگیر کاملا مشخص تحت تاثیر این دیدار جذاب قرار گرفتن، فرصت آنچنانی نتونستن. میگن خوب دفاع کردن ولی بازی همیشگی و روان پیشبران ندیدیم، بیشتر خطا کردن، جنگندگی که نگذارن بازیکن صداقت حمله بکنن. کریمی پیشبران تیم خوبی هست و پتانسیل پیروزی رو داره، یک فرصت، اما امروز بیشتر تحت تاثیر چیزهای دیگه است. مرتضی محمدی بازم فرصت با پای چپ این بار میزنه که توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. دقایق پیش یک نماینده هرات اتحاد وی آی پی کابل، تیم خیلی خیلی خوب پایتخت حذف کرد و یک پای فینال شد. فیروز ناصری هاشمی رو دستش میگیره و بلندش میکنه. سید مهدی تیری بله خیلی قشنگ، علی رضایی یک سبی بلند و توپی که به بیرون میره. سید مهدی هاشمی با حرکت فرصت در بازیکنان تیم پیشبران. با حرکت محمدی، خود مرتضی توپ را از دست داد بازیکن پیشبران، بازیکن ببخشید صداقت حال این کار بازیکن پیشبران انجام داد، فرصت برای گل دوم. این هم گل دوم سید مهدی هاشمی، حساب کار 2-0 میکنه، 2-0 به سود صداقت. سید مهدی هاشمی روی حرکت خوب باز هم جا ماندن مدافعین پیشوران. قفوری 2 دقیقه تا پایان نیمه نخست. فرجاد بچو پیکه یک بار دیگه طرف حرکت، یک
ضربه سر، توپ کورنر میره به سود صداقت. پیشواران اگر سبک بازی خودش رو تغییر نده و جدیتر بازی نکنه، نمیتونه در مقابل تیم قدرتمند صداقت نتیجه ای بگیره. هرچند اونا در دفاع خیلی اجازه ندادن، ولی خب یک موقعیت، یک گل هم یک گل هست. یک ضربه فرصت و واکنش قربانی و در ادامه هم نتونه سیدری دروازه را باز کنه. کاتبی یک برخورد دیگه انجام میشه و پنالتی برای تیم صداقت. خطای ششم به تیم پیشوران و پنالتی از نقطه دوم زده خواهد شد. محمد رضا کریمی در مقابل تیم پیشوران و این چهره علیرضا قربانی، دروازه‌بان ملی پوش فوتسال افغانستان. تقابل دو بازیکن ملی پوش چه خواهد شد؟ کریمی و قربانی چی میگن به هم دیگه؟ همبازی در تیم ملی رفقا، در تیم ملی، و حال واکنش قربانی رو بعد ببینیم. فکر میکنم کریمی برش گفت میزنم به گوش سمت چپت، یعنی راست ما، چپ او، همو جره بگیر. کوری خالی کردن داخل میدان، کریمی همو جره زد اما کمی بالاتر زد، تو به بیرون رفت. هنوز تیم پیشوران فرصت داره، نتیجه 2-0 هست. بازی آغاز خواهد شد. کاتبی، فیروز ناصری توپ کنترل کرد اما به جای نرسید. یک بار دیگه حرکتی که انجام میشه، علی رحیمی، فرصت برای سید مهدی هاشمی. خود سید مهدی، مرتضی محمدی این ضربه بعد به بیرون میره. هاشمی یک تک، 40 ثانیه تا پایان این دیدار، در نیمه نخست زمان باقی است. پیشوران 2-0 عقب پس از صداقت. توپ بیرون رفت و سید مهدی هاشمی بیرون خط توپ کنترل کرد. قربانی، خود علیرضا قربانی، برسه توپ بازیکن صداقت، خطرناک است. قربانی فرصت خطرناک و توپ بیرون میره. 6 ثانیه تمام هست نیمه نخست. 2-0 صداقت پیروز میدان میشه در نیمه نخست و پیشوران هرات شکست میده. ببینیم در نیمه دوم این دیدار چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. جدال جذاب و نفسگیری که سرانجام در نیمه نخست با برتری 2-0 تیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره خدمت شما بینندگان گرامی. از این لحظه نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتسال صداقت کابل و پیشوران هرات آغاز شد. مسابقه‌ای که در نیمه نخست با برتری 2-0 تیم صداقت به پایان رسید. ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. صداقت در نیمه اول از فرصت‌های خودش به خوبی استفاده کرد و
دوبار دروازه تیم پیشوران باز کرد. ببینیم در نیمه دوم چه خواهد شد. پیشوران هم بد بازی نکرد، اما بیشتر درگیر حاشیه و مسائل فیزیکی و جنگندگی بازی شدن. سابقه تیم پخته است و بازیکنان خلاقی رو داره. یک موقعیت ضربه که زده میشه و توپ به بیرون رفت. علی رضایی بازی رو آغاز میکنه. پاس هم پاس داده میشه، فرصت هست برای پیشوران. فرجاد احسان، پاس برای یاسر یوسفی. خود یاسر ضربه خطرناک در بین را تغییر مسیر میده و به بالای دروازه فرود میه. مسابقه نهایی فردا برگزار خواهد شد ساعت 11 چاشت. مراسم کلوزینگ یا اختتامیه برگزار میشه. نیم ساعت فکر میکنم بیشتر نباشه. انشالله که 11 فکس شروع بشه، مهمانان بیاین و 11 و نیم هم بتونیم بازی رو شروع کنیم. فرجاد، کاتبی، قصد عبور داره از محمد رضا کریمی و به او اجازه نمیدن. تا به اینجای کار تیم صداقت و اتحاد به فاینال راه پیدا کردن. علیرضا قربانی بازی را آغاز خواهد کرد. یک گل خیلی به پیشوران کمک خواهد کرد. باز هم حرکت، فرصت هست برای بازیکنان تیم پیشوران و وقت دارن. اینجا این ضربه خطرناک سید مهدی هاشمی ضربه را زد. کریمی یک بار دیگه این طرف حرکت، فرصت داره بازیکن پیشوران. دو تا بازیکن میرن به سمت توپ، جا خالی نمی کنن و خطا به سوی پیشوران اعلام شده. کاتبی بازی را آغاز خواهد کرد. مرتضی کاتبی حرکت ادامه داره. تام ببره پیشوران. لطیف امیری، خود لطیف امیری ضربه او برخورد میکنه به مدافعین و به بیرون میره. انتظار داریم جو به داخل سالن کمی متفاوت تر باشه. تماشاگران زیادی در داخل جیمنازیوم هستن و خیلی آرام نشسته بازی رو تماشا میکنن. جو بازی اول خیلی بهتر بود. انشالله روزی برسه همین رقم که کیفیت فوتسال ما لحاظ فنی بالا رفته و بازیکنان در شرایط خوبی هستن و میتونن یک بازی هیجان انگیز به نمایش بگذارند. تماشاگران ما هم جو سالونا کمی متفاوت تر کند. همین حالا همین تعداد تماشاگری که
در جیمنازیوم هست میتونه کیفیت و سرعت بازی، هیجان بازی رو چند برابر وضعیت کنونیش بکنه. خیلی تاثیرگذارن، خیلی کم نه. هراتیان زیادی رو دیدم در بین دو نیمه استادیوم در سالن بودن. کابلیان عزیز هم همچنین، طرفداران دو تیم فقط ساکت نشسته هستن، منتظرن که یک موقعیت خطرناک ایجاد بشه تا تشویق کنه. همین حال اگر یک تیم حمایت بشه سرعت بازی بالا خواهد رفت. اصلا جریان سرعت مسابقه کاملا به عملکرد تماشاگرها بستگی داره در سراسر دنیا. امیدوار هستیم به هر حال همون رقم که کیفیت فوتسال بالا رفته، کیفیت حضور تماشاگرها هم بالا بره. یک ارسال از علی قربانی تو به علی رضایی میرسه. سید مهدی هاشمی پیشه‌وران اگر یک گل دیگه دریافت بکنه کارش خیلی سخت میشه. اگر یک گل بزنه اما بسیار امیدوار خواهد شد. چقدر آرامه داخل جیمنازیوم، سر صدای بازیکن‌ها و برخورد کفشن و به کفپوش سالن بیشتر شنیده میشه از تماشاگرانی که در جیمنازیوم حضور دارن. یک حرکت فرصت برای بازیکنان تیم پیشه بران، این ضربه و توپ میگیره علی رضایی. نگاه کنید، فقط منتظرن که یک حرکت انجام بشه تا یک چکچکی بکنن. چرا در فوتبال میگن تماشاگر یار دوازدهم هست، در فوتسال یار ششم. توپ بیرون میره. علی رضایی هاشمی کاردون بال میشه این طرف، فرصت برای بازیکن صداقت. خود هاشمی الان مثلا این ساز دولی که داخل جیمنازیوم هست، مثلا شما بازیکن باشین داخل میدان، از اینه که واکنش عالی علی رضایی رو میبینید. شما فرض کنید یکی از بازیکنهای این دو تیمی داخل میدان، نیاز به حمایت دارین. حالا مثلا این سازدون از کدام تیمه، داره برای کی تشویق میکنه؟ سید مهدی هاشمی ضربه خواهد زد، فرصت برای بازیکنان صداقت. خود سید مهدی توپ میخوره به لطیف امیری و به بیرون میره. چه کاری هستم، من نمیفهم. نغمه محافل عروسی رو داخل جیمنازیوم فوتسال در نیمه نهایی لیگ برتر قربانی ارتباط قطع شد. ضربه عجولانه محمد یوسفی که از بالای دروازه به بیرون زده شد. فرصت برای تیم صداقت، این ضربه به علیرضا قربانی یک واکنش خوب نشان میده. خود سید مهدی هاشمی بعد تو به بیرون رفت. مرتضی ایدری هاشمی یک حرکت چرخش و بیاسل هست حرکت.
سرقت به گل‌های محمد رضا کریمی و سید مهدی هاشمی، فعلا به فینال رفته و حریف اتحاد شده در بازی پایانی. اتحادی که یکی از بازیکنان خوبشه از دست داد و کارت سرخ گرفت. رضا غلامی، علی رضایی، یک بار دیگه این طرف حرکت انجام میشه. سید مهدی هاشمی با حرکت انفرادی او، توپش به بیرون میره و راهی به دروازه پیدا نکرد. این چهره سید مهدی هاشمی. لطیف امیری، کنترل میشه توپ توسط محمد یوسفی کاتبی. لطیف حرکت از بازیکنان تیم پیشه‌وران، ببینیم با این توپ چه میکنن. کاتبی، خود کاتبی، ادامه حرکت. محمد یوسفی، یک بار دیگه حرکت انجام میشه. فرصت برای بازیکنان تیم پیشه‌وران. علیرضا قربانی، سید مهدی در مقابلش میسته. کاتبی ضربه رو میزنه، از این توپای برگشتی میتونن استفاده کنن. بازی کمی پیشه‌وران در اختیار داره در این دقایق. چهار تا بازیکن دیگه صداقت آماده هستن تا به میدان بیاین. قربانی باز هم تلاش میکنه تا گل بزنه. یک گل کاملا تیم پیشه‌وران زنده خواهد کرد. دوباره حرکت از تیم صداقت. محمود سعیدی منیجر تیم پیشه‌وران، شناخت خیلی خوبی داره و گل. گل برای تیم صداقت. داشتم میگفتم که محمود سعیدی شناخت خوبی از بازیکنان صداقت داره، اما نتونسته خوب آنالیز کنه این تیمه. گل دوم، گل سوم صداقت زد. ببخشید، 3-0. نتیجه بازی 3-0 به سود صداقت کابل. نگاه کنید حرکت اینجا از بین مدافعین عبور کرد، قربانی گرفت و اینگونه مصطفی تاجیک کار تمام میکنه. یک فرصت موقعیت برای بازیکنان پیشه‌وران و گل. یکی از گلای خورده جبران شد. دروازه باز شد توسط محمد یوسفی و اختلاف دوباره به 2 میرسه. یک بار دیگه حرکت، فرصت برای تیم پیشه‌وران. این صحنه است که علی رضایی دفع ناقص کرد و در ادامه هم توپ به گل رفت. یک برخورد دیگه این طرف. رضایی، فرصت برای بازیکن پیشه‌وران. یک شوت محکم جا ماندن. حالا زد حمله برای صداقت. فرصت و توپ به بیرون رفت. خروج قربانی هم خطرناک شد لحظه ای.
ضربه علی رضایی خواهد زد. تاجیک نتیجه بازی 3-1 به سود صداقت کابل. احسان فرجاد بازی را آغاز خواهد کرد. علیرضا قربانی یک بار دیگر کرد. فرجاد پاس داده میشه. زاویه بسته و گل. گل دوم برای پیشوران. میرویس رادمل. 3-2 میشه نتیجه بازی و حالا اختلاف به 1 گل میرسه. اختلاف به 1 گل میرسه و گل دوم پیشوران زد. جامان در مدافعین این ضربه خوبه. میرویس رادمل. 3-2 کماکان به سود نماینده کابل. سید مهدی هاشمی. میخوای عبور بکنه از لطیف امیری اما اجازه نمیده به او. داور به سرمربی تیم صداقت تذکر میده. سید مهدی هاشمی عبور میکنه. خطا میکنن برای او بازیکنان پیشوران. دستش هم آسیب میبینه. هر 4 بازیکن تیم پیشوران با تمیم حسینی صحبت میکنن. لطیف امیری تیم آرام میکنه. نباید خود درگیره حاشیه بکنه تیم پیشوران. زدن یک گل کار سختی نیست. باز هم فرصت برای بازیکنان صداقت. شوت خطرناکی بود. علیرضا قربانی و توپ بیرون میره. کمی احساس خطر میکنه آل صداقت و اختلاف 1 گل رسیده. محمد رضا کریمی یک فرصت موقعیت و این هم گل. محمد رضا کریمی نمیگذاره که دوباره اختلاف 1 گل بمانه. 4-2 اختلاف دوباره به 2 گل میرسه و شادی تماشاگران حاضر در جیمنازیوم. حالا با دوباره بعد پیشوران به گل برسه. خیلی راحت از دفاع اینا عبور میکنن و کریمی دروازه رو باز کرد. یه خلاقیت های فردی صداقت خیلی برد داره و خیلی چانس داره. علیرضا قربانی هنوز دقایق زیادی باقی مانده. هنوز اتفاقات زیادی رو خواهد داد. و بعد منتظر اتفاقات هیجان انگیز دیگه باشیم در این دیدار. نزدیک به توپ از دست برسه. سید مهدی هاشمی حرکت خطا بروی سید مهدی. 4 خطای پیشه بران. تعداد خطای اینو دوباره داره زیاد میشه و مجبورن سید مهدی هاشمی رو با خطا فقط متوقف بکنن. فاینال لیگ برتر فردا برگزار خواهد شد. چقدر زود و خوب به هم دیگر پیدا میکنه
بازیکنان صداقت. فعلا صداقت و اتحاد هرات فاینالیست هستند. ببینیم در ادامه چه خواهد شد. تأثیر میگذاره لحظه یاسر یوسفی. ضربه میزنن، توپ بیرون رفته. قربانی بازی را آغاز خواهد کرد. خود علیرضا قربانی راه بسته هست، مجبور میشه که کاتبی پاس بده. فرصت لطیف امیری نتونست توپ تیر کنه. هاشمی یک بار دیگه این طرف حرکت است. بازیکنان صداقت، فرصت بر بازیکنان تیم صداقت. علیرضا قربانی بیرون می از دروازه و توپ به بیرون میزنه. بگو به خنده خودش هم داره با بازیکن صداقت. هاشمی، خود هاشمی این ضربه و میگیره. علیرضا قربانی، کاتبی، محمدی لحظه ای روی توپ تأثیر میگذاره. دوباره خود مرتضی کاتبی، علیرضا قربانی، لطیف امیری، یک پاس خیلی خوب و استفاده نشد. اینجا هم ضربه دروازه خالی و توپه که به بیرون رفت. فرجاد احسان میبینید دوباره وارد میدان خواهد شد. یک اشتباه، فرصت برای بازیکنان پیشوران و قربانی. اجازه نمیده علیرضا قربانی. میرویس رادمل، نگاه کنید چقدر سخت میشه از خط دفاع صداقت تیر شد. قربانی، باز هم دروازه خالی. علیرضا قربانی توپ بر بین رابه بازیکن پیشوران میخوره. فرصت هنوز هست. لطیف امیری نمیتونه از کریمی عبور بکنه. دریبل محمد رضا کریمی، دوباره کنترل توپ. هاشمی، یک بار دیگه حرکت انجام میشه. این صحنه ایست که قربانی باز هم کار خطرناکی انجام میده. میرویس رادمل، لطیف امیری، باز هم حرکت. یوسفی، یاسر یوسفی، فرصت برای تیم پیشوران. راه بسته است. نگاه کنید چه پرسینگ خوبی میکنه صداقت. سید میتی هاشمی بازی را آغاز خواهد کرد. بدون شکست اگر قهرمان بشه صداقت، با کسب تمام پیروزی ها یک رکورد هست و هم در لیگ کابل هم در لیگ برتر. فرجاد احسان، دوباره علیرضا قربانی، یک فرصت تیربال خیلی خوبی کرد یاسر یوسفی. کاتبی اوت برای پیش بران. ضربه میزنن فرجاد احسان، علیرضا قربانی، ضربه او که تو به دست او خورده، برای تو به دست علیرضایی خورده و کورنر به سود پیش بران. فرجاد میره ضربه کورنر بزنه. قربانی باسم شوت او که
این بار هم علی رضایی گرفت، دچار مصدومیت هم شده. خنده های علی رضا قربانی واکنش های خیلی خوبی داشت در این دیدار، تلاش زیادی هم داره میکنه تا باز هم گل بزنه روی شوت زدن از وسط میدان. رضایی روی زمین هست و ضربه زده خواهد شد، فرصت برای بازیکنان تیم پیشه‌وران، ببینیم چه خواهند کرد. ضربه زده میشه، توپ گرفت سید مهدی هاشمی با یک ضربه بلند که البته به جایی نمیرسه. 6 دقیقه تا پایان. میرویس رادمل یک کمکی در جابجایی در میدان، بعد دقت بیشتری بکنن بازیکنان تیم پیشه‌وران. صداقتی ها خیلی خوب هم دیگر پیدا میکنن در نقاط مختلف بازی و میدان. همین چیز را که پیشه‌وران داشته باشه تیم خوبی هست. بعضی موقع میبینیم دو بازیکن میرن سر توپ و در یک نقطه دو بازیکن کنار هم. یک اشتباه، فرصت بر بازیکن پیشه‌وران، این ضربه به علی رضایی. علی رضایی اجازه نداد که گل سوم پیشه‌وران به ثمر برسه. تلاش نماینده هرات برای فرار از شکست و فاینالیست شدن. قربانی و گل، خدای من این قربانی چه شاهکاری میکنه، بالاخره گل زد به علی رضایی. چه شوتی، چه گلی، نشان داد دروازه‌بان شماره یک تیم ملی کیست. علیرضا قربانی 4-3 انقدر زد تو بالاخره گل به نام خودش از وسط میدان ثبت کرد. قبل از بازی هم داشت میگفت که امروز میخواییم به علیرضایی هم یک گل بزنم از وسط بازی، از وسط میدان. یک شوت فوق‌العاده زیبا از علیرضا قربانی، نتیجه 4-3 میشه. بهتر بازی کرده در نیمه دوم. نگاه کنید شوت محکم علیرضا قربانی ره. علی رضایی تسلیم شد به قربانی، رفت به سمتش، به یک خوشحالی هم در مقابلش انجام داد. اگر پیشه‌وران بازی ره مساوی کنه یا ببره، باید مدیون علیرضا قربانی باشه. واکنش های خوبش و گلی که زد، گلی که خیلی به این تیم روحیه و انگیزه مضاعف خواهد داد. اگه وزن خودش علیرضا قربانی کم کنه دیگه بایگانی، یعنی تضمین شده دروازه‌بان یک تیم ملی است. اینه من براتون قول میدم، کمکی فقط وزنش کم کنه علی قربانی، خیلی خوبه. واقعا بازیکن و دروازه‌بان کلاس بالایی است. روی شوتاش هم خوب کار کرده و 2 گل هم امسال در همین لیگ برتر زد از وسط میدان. دچار مصدومیت هم شده. علیرضا قربانی دوباره اختلاف به یک گل میرسه. آیا نماینده هرات به بازی بر میگرده یا خیر؟ هر بار نزدیک شده دوباره تیم صداقت گل بعدیش زده و اختلاف دوباره 2 کرده. کاتبی یک ضربه خطرناک، توپ بیرون میره. با تمرکت، فرصت برای بازیکنان تیم صداقت. محمد رضا کریمی میرفت که گل پنجم بزنه. هاشمی توپ گرفتن از سید مهدی هاشمی، اما از راه میرسه مرتضی محمدی. یک ضربه هاشمی نتونست بگیره و علیرضا قربانی بازیکنان به جلو و پیش رو فرا میخوره. کنترل توپ انجام میشه، خطا از سید مهدی هاشمی. وقت استراحت گرفته میشه.
پیشوران گرفت وقت استراحته. هنوز امیدواره نماینده هرات و این هم نیمکت صداقت کابل. تا به اینجای کار یک پایه فینال صداقت هست و پایه دیگرش هم اتحاد هرات. صحبت میکنه خالقی سرمربی تیم پیشوران هرات. تعداد خطاها 4-2 هست. نتیجه 4-3. قربانی پاس ارسال فرجاد احسان به توپ میرسه. هاشمی تقابل دو کپتان که البته کپتان پیشوران اجازه نداد داورم سری میه وسط اینو که درگیری ایجاد نشه. قربانی نسبت به بازی اول کمی کم افت و خیزتر هست اما پرگلتر و غیر قابل پیش بینی. بازی اول فوق‌العاده بود واقعا. جوش، فضایش خیلی خوب بود با وجودی که 2-1 هم تمام شد. گفتم براتون بازی ها اختلاف کم گل هست و اختلاف زیادی نمیتونه باشه میان دو تیم. هر 4 تیم نیمه نهایی تیمای خوبی هستند. سید مهدی هاشمی تکل بلندی که روی پای او حمید غفوری زد که البته تو به بیرون رفت. 3:41 تا پایان. یک فرصت باسم موقعیت خراب شد البته. علیرضا قربانی به شدت احساس درد میکنه. برخورد در دهانه دروازه انجام شد و مصدوم شده دروازه‌بان ملی پوش پیشوران هرات. امیدواریم که مشکل جدی نداشته باشه. هیچ چیزی از سلامتی بازیکنان مهمتر نیست. این صحنه به کسی هم برخورد نکرد، خودش پای به زمین بند ماند. چه دردی میکشه قربانی. بازی متوقف هست. 3:36 تا پایان. صحبت میکنه مرتضی محمدی با داور خط دو. به وضعیت علیرضا قربانی رسیدگی میشه. از شوت زدن بیچاره افتاد قربانی. به بازی ادامه خواهد داد مصدوم بشه کار تیم پیشوران سخت خواهد شد. بازی بسیار نزدیک و جذابی را دیدیم در این رقابت. یک بار دیگه حرکت انجام میشه. فرصت داره بازیکنان تیم صداقت محمد رضا کریمی بازی را آغاز خواهد کرد. یک حرکت خطرناک است. این موقعیت برای تیم
صداقت و توپی که به بیرون رفت. هاشمی، خود سید بهتی هاشمی، ضربه محکمه که به لطیف امیری میخوره. دوباره صداقت پیش کشیده تا اختلاف دوتا بکنه. حرکت میکنه سید مهدی هاشمی، بازیکن خوش تکنیک صداقت کابل، هنوز به تو پس پاسرم داد. گره بازکن تیم صداقت هست سید مهدی هاشمی. قربانی، یک ارسال. خروج علی رضایی خیلی جالب نبود. زد حمله برای صداقت، فرصت دارن این ضربه که از همه عبور میکنه و به آوت رفت، آوت کنار شده یا بازی رو داور متوقف کرده. سید مهدی هاشمی خطا کرد. سید مهدی هاشمی ظاهرن سومین خطای تیم صداقت بد باشه اگر خطا گرفته باشه داور، به خاطر خطا بازی رو متوقف کنه. 2:46 نه خطا اعلام نشده، بازی رو فقط متوقف کرده. بازی از کنار دروازه پیشوران پیگیری میشه. باز هم ویسل، باز هم برخورد و خطایی که کارت زرد داور نشان میده به این چهره یاسر یوسفی. ضربه بازیکن صداقت میزنن. یک پاس. یک بار دیگه این طرف. حرکتی که انجام میشه. نقشه بر زمین شد. بازیکن پیشوران اما کار دنبال میشه. هاشمی. بیریم به 2 پایانی این دیدار. قربانی به توپ میرسه کاتبی. کاتبی، قربانی. نه بعد توپ بدن به بازیکنان صداقت. 5 خطا اینام پره شده بازیکنان پیشوران. این صحنه خطرناک و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. کاتبی 1.5 تا پایان. لطیف امیری برای کاتبی، اگر بتونه عبور بکنه که بازیکن صداقت اجازه نمیده. قربانی تو به آوت میره. این صحنه گل صداقت است که توسط محمد رضا کریمی به ثمر رسید. واکنش های فوق العاده خوب و این هم گل زیبای علیرضا قربانی. این صحنه مصدومیت قربانی است. وقت استراحت گرفته شده. یک 1:26 تا پایان. توپ قربانی میرسه. پیشوران گل بزنه در این ثانیه ها. وزیر مساوی خواهد کرد و چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این اتفاق رخ بده که واقعا یکی از جذابترین
رقابت ها شاهد خواهیم بود. هاشمی ضربه هاشمی برخورد میکنه به کاتبی و به بیرون میره. میریم به 1 دقیقه پایانی. یک فرصت هست، مرتضی حیدری وقت دارن میگیرن بازیکنان تیم صداقت. خطا نیست، بعد پاس بده فرصت بره تیم پیش بران. علی رضایی چی گرفت توپه با جان و دل گرفت و اجازه نداد دروازه صداقت باز بشه. به چی دارن اعتراض میکنن؟ یکی دروازه‌بان بگیره بابا، بیچاره افتاده روی زمین. اینجا دارن اعتراض میکنن چیکار شد؟ چت خودگذری کرد علی رضایی. اعتراض میکنن به تمیم حسینی. 49 ثانیه تا پایان. بابا جان و دل دروازه را نجات داد دروازه‌بان صداقت. وضعیتش هم خوب نیست، امیدواریم مشکلی نداشته باشه. اینجا ببینید که چگونه لطیف زد. اوف، تو به صورت او خورد مستقیم. این دروازه‌بان جوان خوب صداقت انشالله که مشکلی نداره و به بازی ادامه میده. علی رضایی، فوتسال پر هیجان و نفسگیر از جانب هر دو تیم. قدرت فوتسال افغانستان هست. برای چندمین بار میگم برنده واقعی افغانستانه، نه هرات نه کابل، افغانستان برنده هست با این سبک بازی بالا و نمایش جذاب دو تیم قدرتمنده صداقت و پیش بران که امید میده برای ما برای یک فوتسال سطح بالا از کشور عزیزمان افغانستان. هیچ برنده اینجا غیر از افغانستان نیست. ضربه لطیف امیری خواهد زد. 49 ثانیه تا پایان این دیدار. چه خواهد شد؟ علی رضایی هم خوشبختانه مشکلی نداره و به بازی ادامه خواهد داد. لطیف امیری پاس رو به بیرون. قربانی ثانیه‌های واپسین این دیدار. یک تسلط توپ خوب از یاسر یوسفی. مجدداً بازیکنان پیش بران ضربه از بالای دروازه زده میشه و به بیرون میره. 40 ثانیه تا صعود تیم صداقت به فینال لیگ برتر فوتسال افغانستان و حریف شدن با اتحاد. ضربه خواهند زد علی رضایی. قربانی توپه میگیره. آخرین تلاش های پیش بران اگر بتونن از صداقت عبور کنن، از بازیکنانش که در این ثانیه های واپسین تمام تلاششانه میکنن تا دروازه خود بسته نگاه دارن. مرتضی محمدی، حیدری، 25 ثانیه. علی رضایی ضربه بلندی که قطعا به قربانی بعد برسه. 20 ثانیه تا پایان. بلند ارسال میکنه قربانی، دفع علی رضایی و آوت. فرصت خوبیه برای تیم پیشه‌وران، ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد. پانزده ثانیه تا پایان. توپ را از دست دادن، میگیرن بازیکنان صداقت و توپ بیرون میره. کمتر از 10 ثانیه. بعیده که تیم پیشه‌وران به گل برسه. علی رضایی کورنر میده. 6 ثانیه تا پایان. این دیگه آخرین شوت، آخرین تلاش، آخرین فرصت تیم هرات هست. ضربه خواهد زده شد.
و تو به بیرون میره. 5 ثانیه. پرسینگ بالا، حفظ نتیجه. ببینیم چه خواهد شد. ارسال انجام میشه، فرصت و دروازه خالی تیم پیشوران و گل نشد که البته بازی تمام شد. صداقت رفت به فینال لیگ برتر فوتسال افغانستان با نتیجه 4-3. درک جدال جذاب و تماشایی، نفسگیر. آفرین به هر دو تیم، خسته نباشن، بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن.